ما در حال جابجایی دولت هستیم. دولت آقای رئیسی یا خود آقای رئیسی کابینه معرفی کردند که این کابینه حالا به شهادت بسیاری کابینه نبوده که انتظار میرفت یا حداقل مطابق با ادعاهایی که مطرح میشد از طرف اصولگرایان و شخص آقای رئیسی که قرار هست کابینه جوان حزب اللهی کارآمدی باشد که بتونه بر بحرانهای بسیار عمیقی که امروز در ایران وجود داره فایق بیاد. حداقل تحلیل ها بر با توجه به سوابق وزرایی که معرفی شدن چنین هست. خواستم نظر شما راجع به کابینه آقای رئیسی بپرسم و به نظر شما این کابینه استطاعت این رو داره که با شرایطی که کنونیه که ایران داره، چه در حال حاضر و چه در آینده، بخواد راه حل هایی در پیش بگیره و بتونه ایران رو از این بحران ها بیرون بیاره یا نه؟ ببین، کابینه عجیبی نیست، کابینه اول غریبه. چرا غریب؟ به خاطر که یه سری آدم های گمنام آوردن که اظهارا تمام اون قبلی ها پرونده دارن و حتی خوشنام نیست. این سری آدم های جدید آوردن که سابقه خاصی ندارن، ولی حتی سابقه های شخصیش هم میری خیلی وحشتناکه. من میگم کابینه سیاه به نوعی. اصلا وزیر آموزش پرورش پیشنهادی معتقد جای زن تو خانه بچه داری و شوهر داری، جای زن اینه. ما باید اینجوری آموزش بدیم. معتقده که دانش آموز یک لوح سفیده، شما هر چی دلش بخواد توش می‌ریزی. این اون حرفای 400 یا 500 سال پیش دیگه. خب وزیر اطلاعات آقای خطی بالا مرمزا اسم مستار، اسم واقعی است. این آقا تو قوم هم بوده و هیچ سابقه خوبی نداشته. حتی ظاهرا یه دوری آقای چیز ردش میکنه، آقای رئیسی یه جای دیگه میفرسته یه قوه قضاییه. خب حتی خود روحانیون طرفدار حکومت از ایشان در قوم راضی نبودن. خب این وزیر اطلاعات شده، معلومه. خب میخوان این اطلاعات کاملا وزارت اطلاعات بشه، وزارت اطلاعات سپاه. یعنی در حقیقت میخوان دست طائف که با آقای مشتاق خامنه‌ای همراه هستن با هم بر وزارت اطلاعات کاملا سیطره داشته باشه. خب وزرای دیگه پیشنهادی، ولی خب وقتی که ولی احساس میکنی اینا یه کابینه درست کردن که با مردمشان بجنگه، ولی وزیر امور خارجه که مخابر با خارجی ها حرف بزنه موافق برجامه. یعنی انگار با رعیت خودشان جنگ دارن ولی با دولت خارجی گفتگو دارن. آقای امیر عبداللهیان برخلاف مثلا این آقایانه میده ایشان مشاور قاسم سلیمانی هم بوده، آقای قاسم دیگه، برخلاف آقای جلیلی معتقد اینه که برجامه باید احیا کرد. و من یادم سخن من مدلیشان میفتم که میگم ما بجز با رعیت خود ما با هیچ کس جنگ نداریم. خب شما وقتی آقای یه نفر برای گفتگو میذارید، تمام وزیرهایی که انتخاب کردید به نوعی وزیرهای کلنگ هست، یعنی کلنگی هست در داخل. آقای وحیدی وزیر کشور، خب این سابقه اصلا امنیتیه، وزارت کشور یه نظم پادگانی رضاخانی که قرار نیست برگزار کنه که کرد، البته دوره روحانی هم دیدیم اون کشدار شد. وزارت کشور، وزیر کشور و وزیر امور خارجه مهمترین وزاران، و حالا اطلاعات هم باید بذاریم کنارش. خب در حقیقت میبینید دو تا کلنگ برای داخل گذاشتن، با روحی کلنگی سرکوبگرایانه، یه نفر هم گذاشتن برای بیرون که بره گفتگو کنه. خب این مستاق این کابینه سیاست از نظر من، ولی اصلا آقای رئیسی من نمیدونم چقدر میتواند اصلا اجرایی و مدیر این افراد باشد. چون اینا همه باید خودشان بعد از این دیگه مستقیم با بیت تنظیم کنن، و من نمیدونم اصلا چقدر خودش اختیار در انتخاب این وزرا داشته و چقدر اصلا اشراف در این داره. حالا باید دید، حالا این مجلس هم خلاصه همراهی با آقای رئیسی داره، نوع رای دادن ها و میزان رای دادن ها به این وزرها نشان میده که بیت چقدر دخالت داره در تعیین هر کدام از اینا. چون الان دیگه شما یه دولت و حکومت نداری، دولت رفته تو کاملا در دست حکومت. حکومت هم که میگیم آقای خامنه ای، سپاه، بنیادهایی که در اختیارش هست و اون ثروتی که ایش وقت به حساب کشی دولت نمیاد، دولت یعنی یک مجموعی در شکم اینا قرار گرفته. خب وقتی روحانی بود یک فاصله وجود داشت، خب این فاصله بازم به ضرر مردم قرار گرفت. الان همه مسائل البته 4 سال پیش شروع شد یا 8 سال پیش شروع شد، دیگه خود آقای خامنه ای فشار میاره. این بار دیگه فشار نیست، دستور نیست، خودش از اول دیگه آغازگر مسئله است.
یعنی همه هر اتفاقی میفته از آغاز، مثلا آقای خامنه یک موضوع در ارتباط با آمریکا میگرفت، آقای روحانی یک موضوع دیگه ای میگرفت، خب این یک تنش ایجاد میشد، عاقبت بدتری آقای خامنه ای میشد. مثلا روحانی میگه برجام دو، برجام سه، برجام منطقه‌ای و برجام داخلی، خب آقای خامنه ای گفت نه، و عاقبت حرف آقای خامنه ای شد، هر برجام اول از بین رفت. الان دیگه از آغاز تا انتها حرف آقای خامنه ای است، وقت ایشان میشه که مقاضی مقصر این کابینه است، یعنی مسئول اهمی اعمال این کابینه هستش. و این یه ویژگی و این کابینه، گفتم من دو تا شو حالا دیدم، وزرای گرم دربارهشون خواندم، ولی واقعیت نیست اینکه انگلیسی آدم های جدید آوردن، دلیل نیست که آدم های قبلی اصلا کارنامه‌شون قابل دفاع نبوده، خب دوری احمدی نژاد قبلا بودن، خب این چهره جدید آوردن در حقیقت گول بزنن مخاطب، نیومدن واقعی. چون وقتی میری سابقه اینا رو میخوانی، اینا همش از نهادها و ارگانهای زیر نظر آقای خامنه‌ای اومدن بالا. مثلا آقای مخبر معاون اول در حقیقت سالها منصوب آقای خامنه‌ای در ستاد فرمان امام، و این ستاد قدرتمندیه در حقیقت. آقای خامنه‌ای یک نفر از افراد خود چاورد کرده معاون اول رئیس جمهور که دستورها رو اون ابلاغ کنه، میدونی پست معاونت اولی بسیار پست مهمی است، بستگی به توانایی فرد داره، مثل نخست وزیر میمونه، خب و در این حال مسئولم نیست، یعنی مجلس نمیدونه بهش یادگیر بده، میدونه که سر معاون اولی مشایی آقای خامنه ای به آقای احمد نژاد دستور داد و آقای احمد نژاد اجرا نکرد دیگه، پس یه پست بسیار مهمی، این پست مهم یکی از افرادی که سالها منصوب آقای خامنه ای مستقیم بوده انجام میده، که آدم اجرایی هم هست تو این تو این همین واکسینه برکت هم ایشان نقش داره دیگه، ما به جهان هم صادر میکنیم، خب یعنی آقای رئیسی یک مدیر هماهنگ کننده است و آقای مخبر میشه یک مدیر اجرایی، مدیر اجرایی که خب میگنن صبح به صبح با بیت هماهنگ کنن برای تصمیم گیری ها. این کابینه تا از اگر میری سوابق افرادش میخوانیم، مثلا وزیر ارشاد، اینا کسایی هستن که تقریبا آدم پشتش میلرزه از دیدگاه هایی که به جهان و انسان دارن. همشون هم میگن ما گام دوم آقای خامنه ای میخوام اجرا کنیم. گام دوم هم گفتم سه محور داره: تحمیل سبک زندگی به نام اسلام به مردم ایران، تحمیل سبک زندگی که شکستم خورده، دو اقتصاد مقاومتی که معلوم چی هست که نتیجه رانت بیشتر در جامعه است و دزدی بیشتر و انحصار بیشتر، سه درگیری با آمریکا در جنوب غربی آسیا. کی این اختیار داده به آقای خامنه ای؟ قانون اساسی مردم ایران خواستن، ما وظیفه داریم که در جنوب غربی آسیا با آمریکا درگیر بشیم، نتیجهش این چه استبداد داخلی؟ ما با جهان به رابطه تعامل و سازنده نیاز داریم. این چیزی است که این آقایان هر کدامشان آمدن میگن ما در راستای سیاست های گام دوم برنامه های خود ما رو تنظیم میکنیم. حالا اصلا برمیدین و تنها جایی که این باید شفاف باشه اما سیاست اقتصاد مقاومتی سی غیر شفاف ترین آدم و سیاست هاست. یه نکته بگیم، لیبرال ترین اقتصاد های دانه های داخل ایران که الان راند از حکومت میگیرن، یا میگن این گام دوم اشکال نداره، خیلی خوبه، ما اقتصاد مقاومتی میتواند خوب باشه، یعنی در حقیقت یه شعاره. نتیجه اقتصاد مقاومتی چی میشه؟ دور زدن تحریم ها و ایجاد فساد بیشتر. در صورتی که گفتم قدرت منطقه‌ای شدن به دو چیز نیاز داره: تکنولوژی قوی و اقتصاد قوی. و غیر از شما قدرت نمیشه که آمریکا چرا قدرت جهانی؟ تکنولوژی قوی، اقتصاد قوی، جذب مخا و آدمایی که ابداع و خلاق دارن به سرزمین خود و تولید دانش فنی و قدرت فنی و تکنولوژی که به مغزهای برنامه ریز و متفکر متولد. فرار مغزها تکنولوژی تو کشور را که قوی نمی کنه که. ما با فر... حتی یه چیزی بگم تمام، تو سال گذشته 2 میلیارد دلار ایرانی ها در ترکیه وارد خانه خریدن، 2 میلیارد دلار، یعنی پول بردن ریختن تو اقتصاد ترکیه 2 میلیارد دلار. یعنی کل مردم ایران با نصف این کمتر میشه واکسینه کرد.